میکنم. امروز در خدمتتون هستم با دو دوخت از دوخت‌های پت دوزی. دوخت اول به اسم دوخت زنجیره یا لانه زنبوری هست که برای بیشتر خطوط موازی استفاده میشه. خطوط موازی که شما از پتک حالا مثلا چهار گوش نخواهید استفاده بکنید، چون خطوط موازی که فاصله شون کمتر باشه ما از پتک چهار گوش استفاده میکنیم. یکم که بیشتر باشه از این دوخت استفاده میشه. برای متن دوزی استفاده میشه. برای این دوخت در ابتدا از پایین کار، همیشه میگفتیم از بالای کار بیرون میایم، حالا ما این دفعه از پایین کار باید بیرون میایم. خب نخ رو عمود به سمت بالا میگیرین، به دیواره باید سوزن رو بچسبونین و بعد بیرون بیارید. حالا این بار از سمت مخالف، یعنی اگر از سمت راست بوده این دفعه از سمت چپ باز به دیواره چسبیده باشه. میاریمش دوباره سمت راست. چون عمود باید بگیرید یکم سمت چپ بیرون میای، سمت راست. به این حالت ادامه کار رو ادامه میدیم تا به انتهای کار برسیم. خب در نهایت یه بست در کوک آخر ما میزنیم. و به این دوخت میگن دوخت زنجیره. در پته هایی که مثل این پته رنگی باشن ما احتیاجی نیست که داخل این رو پر کنیم، چون رنگ خود داخلش مشخص هست، ولی اگر سفید باشن ما اونها رو پر میکنیم. نمونه کار سفید هم که گفتم داخلش پر میشه. این قسمت های کار رو اگر ببینید به حالت لونه زنبوری هست و داخلش کوک های ساده زده شده به همین نه. بعضی از کارهای سفید ما میتونیم اون حالا لون زنبوری رو پر نکنیم، مثل این حالت که چند لایه بوده و بقیه جاها پر شده. بهتر بوده که یه لایه سفید این وسط قرار بگیره، لون زنبوری زده شده یا دوخت زنجیره‌ای و بقیه حالا لایه ها پر شدن، ولی این لایه رو ما سفید گذاشتیم. دوخت دوم که در خدمتتون هستم سایه دوزی هست که سایه دوزی بیشتر برای حاشیه ها استفاده میشه، مخصوصا حاشیه هایی که حالت 7 تا 8 داشته باشن، حالا چه بزرگ چه کوچیک. حالت هایی که اینجاها باشه کمتر استفاده میشه، ولی اینجوری نیست که اصلا استفاده نکنیم.
توی حاشیه ها ما اگه بخوایم حاشیه رو در اصل یکم حالا نمای بیشتری بهش بدیم، میتونیم از این دوخت استفاده بکنیم. از بالای کار بیرون میام، عمود به سمت پایین، کوک های ساده مثل همون پتک بلند ولی خب کوتاه‌ترش رو میزنیم کنار هم که حالت توپ اردوزی داشته باشه. یک کم پایین تر دوباره میریم سمت دیواره حاشیه. مجددن با پایین اومدن ما هم سوزن رو پایین تر وارد میکنیم. این حالت ادامه میدیم تا کامل بشه. امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه و من رو لایک و سابسکرایب کنید.